رادیو صدای زندانیان سیاسی. سلام، من ابوذر سلجو و شما شنونده رادیو صدای زندانیان سیاسی هستید. خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد ورود اطلاعات سپاه به انتخابات نظام روانشناسی. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مراجع تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای مرکزی و مشاوره اضافه شد. بنابر گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور وابسته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری از ابلاغ مصوبه 18.5402 هیئت وزیران در خصوص اصلاح این آیین نامه، نحوه برگزاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ریاست جمهوری از سوی معاون اول ریاست جمهوری خبر داد. بر اساس این اصلاحیه، بعد از عبارت فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، عبارت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه و تبصره این بند به عبارت استعلام از مراجع مذکور به منظور احراز صلاحیت داوطلبان نظام روانشناسی، موضوع بندهای قانون صورت میگیرد، اصلاح میشود. مهمان امروز برنامه صدای زندانیان سیاسی سعید خلیل راد هست، روانکاو و فعال سیاسی. سعید خلیل راد، سلام میکنم به شما، خوش آمدی به رادیو صدای زندانیان سیاسی. سعید خلیل راد، لطفاً به شنوندگان ما بگید چرا کسی که میخواهد روانشناسی بخواند یا روانشناس بشود باید از دو تا سازمان مثل فرماندهی نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه اجازه بگیرد؟ منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیزتون و خوشحالم که در کنار شما هستم. در خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، نباید اجازه بگیره. ببینین، کلن روانشناسی، روانپزشکی، روانکاوی، رواندرمانی و تمامی این شاخه های این تخصص بر یک اصل خیلی کلیدی و پایه‌ای سواره و اون هم به انگلیسی بهش میگن confidentiality، یعنی همه چیز باید محرمانه باشه، فقط بین روانشناس، روانکاو و کسی که مراجعه میکنه، مریضی که مراجعه میکنه. چون در غیر این صورت باشه، اصلا اون روانکاوی، روانشناسی جلساتش معنی نداره. چرا؟ چون اگر منی که میرم یه روانکاو، روانشناس، رواندرمان ببینم، باید بتونم به آزادی تمام مشکلاتی که برام پیش اومده در زندگی و حالا چه الان باشه چه گذشته باشه و چه حال، بتونم به راحتی اینا رو بیان کنم. چون روانشناس، کسی روانکاو، تخصصش اینه که بر این حسب بتونه ببینه پایه‌های مشکلات سلامت روحی روانی کسی که داره باهاش کار میکنه از کجا میاد که بتونه با اون کار بکنه. و رو همین حساب وقتی که این اطلاعات سپاه و نیرو انتظامی دخالتشون در سازمانهای روانشناسی رو میبینیم که البته همیشه بوده، الان به صورت آشکار شده، اینو میارن، این کلن اینو از بین میبره، این حالت محرمانه بودن رو، و این روانشناسان و روانکاوان نباید، میدونم براشون ممکنه خطر داشته باشه، ولی نباید تن بدن به این. چرا؟ چون که اصلا اون موقع دیگه روانکاوی و رواندرمانی معنی نداره. انگار که شما رشتی تو جلسه رفتی تو بازداشتگاه داری با سپاه صحبت میکنی، چون دلیل داره اینا میخوان از اون روانشناسان، از اون کانال اطلاعات سپاه و نیرو انتظامی بگذرنن که از اینا تعهد بگیرن که اگر صحبتی شد توی چیز که به نظام برمیگشت، که همه صحبت ها میتونه برگرده، باید ما رو در جریان بذارین، وگرنه مثل استادا، مثل خیلی کسای دیگه ای که الان دارن پاکسازی میکنن و اخراج میکنن، اخراج میشین. یعنی منظور شما اینه که با این تصویبی که کردن به سپاه پاسداران و یعنی اطلاعات سپاه پاسداران که میخواد
تایید بکنه، کسی که میخواد روانشناس بشه، یعنی میخواد وارد مسائل خصوصی اشخاص و بیمار بشه. منظور شما اینه؟ دقیقا، یعنی اصلا این هدف از اینه که وارد مسائل خصوصی که در اون اتاق بین تراپیست و مریضش صحبت میشه، وارد اون جزئیات بشه، ببینه که از کجا میاد، چه عقایدی داره، خودش، خانوادهش چه عقایدی دارن و چه کارهای انجام گرفته. و خیلی مهمتر از اینا، از نظر سیاسی اجتماعی این شخص کجا وایساده. ببینین، از مخصوصا از انقلاب زن زندگی آزادی پارسال که شروع شد و کمیته حقیقت یاب که به وجود اومد که در کنار سازمان ملل داره این تمامی شکنجه، تجاوز، اعدام ها و کشت و کشتاری که سپاه توی خیابون انجام داد پارسال رو بررسی میکنه، وقتی یه مریضی میره با روانکاو، روان درمان، روان پزشکش صحبت میکنه، اگر تو اون تظاهرات بوده، اگر تسکیر شده رفته زندان، اگر توسط این اشخاص سپاه و بسیج تجاوز شده بهش، شکنجه شده و هر گونه عمل دیگه شده که تأثیرات روحی روانی دراز مدت روی این اون شخص گذاشته، اگر توی زندان به اجبار داروهای روان کاوی به این اشخاص دادن که بتونن از نظر روان درمانی تأثیر بذارن و اون شخص بیاد توی اون جلسات بگه، سپاه میخواد از تمامی اینا با خبر باشه و ترجیح میده که اینا صحبت نشه. چرا؟ چون تمامی این جلسات روانکاوی میتونه به عنوان سندی بر علیه سپاه پاسداران و کل رژیم اسلامی باشه در آینده‌ای که این کمیته حقیقت‌یاب میخواد این جنایت رژیم اسلامی رو بررسی کنه. و از این، به خاطر این مسئله، سپاه میاد مستقیما و علنا دیگه خودشو درگیر میکنه که بگه ما هستیم، ما داریم گوش میدیم، ما نشستیم تو همون اتاق، در این با وجود اینکه نیستیم اونجا ولی نشستیم اونجا، به اون روانشناس، روانکاوت گفتیم که اگر هر سوالی بکنه، هر صحبتی پیش بیاد، باید به ما بگه. اصلا ایشون تایید شده از طرف ما. وقتی تایید میشه یعنی چی؟ یعنی باید یه سری قولایی بده، یه سری سندایی رو امضا کنه، به سپاه این تضمین رو بده که اگر صحبتهایی شد در مورد رژیم و هر زمینه ای، اینا رو اطلاع بده. رو همین حساب میبینیم که اصلا کل مسئله محرمانه بودن روانشناس بین روانشناس و مریضش کاملا تحت شعاع قرار میده و اون جلسه دیگه جلسه روانکاوی، روان درمانی نیست. یعنی میفرمایی که در امر درمان بیمار دخالت میکنه و اینکه میخواد اونجا بیشتر سوال جواب بکنه، یعنی دوباره ازش یه پرونده دیگه بسازه، بخواد دوباره محاکمش کنه. منظور شما اینه؟ دقیقا همینه. چرا؟ چون اگر تو اون مریضی که میره با روانکاوش صحبت میکنه، اگر که این آزادی رو نداشته باشه بگه، اولا اون درمان دیگه معنی نداره، چون همونطور که شما اشاره کردی انگار توی جلسه بازداشت نشسته، توی بازداشتگاه نشسته جواب داره میده. چرا؟ چون جواباش بر علیه خودش استفاده میشه، کیس پرونده سازی میشه و حتی ممکنه اون شخصی که تو اون جلسه صحبت کرده دوباره دستگیر بشه، دوباره بره زندان، دوباره همون بلاها سرش بیاد. این هدف رو داره که سپاه، که مانع از این بشه که مریضا به راحتی و با اعتماد خاطر، با اعتماد و تسلی خاطر بتونن بلاهایی که سرشون اومده عنوان بکنن. چون اگر نتونن اونا رو عنوان بکنن، دیگه درمانی وجود نداره. مثل که شما بخواین برین دکتر ولی بترسین بگین که سرتون شکسته، توی زندان یا تو خیابون مأمور سپاه نگاه کرد به هم، با باتون زد به سرم که سرم بشکنه. خب اونجا اگه نتونین اونو بگین اونجا چرا این اتفاق افتاده، خب اون دکتر نمیدونه چرا اینجوری شده. خوردین زمین، سنگ خورده، باتون سپاه خورده، ممکنه هزار یه رقم دیگه فکر بکنه که این دلیلش چیه، وقتی دلیل اصلیشو ندونه. در نتیجه
در مورد مسائل روانی حتی از اونم فراتر میره، چون سر شکسته رو میشه بالاخره التیام داد، ولی مسائل روانی رو باید خم و چم و تمام اون ریز و درشتش رو دونست که اون روانکاو روان درمان بتونه با اون کار بکنه. اگه اونا رو ندونه، نتونه کار بکنه، ترس داشته باشه که خودش بره زندان، مریضش بره زندان، یا اون شخصی که اومده روان درمانی بترسه و اینا رو نگه، دیگه اون روان درمانی هیچ معنی نداره. ولی سپاه دقیقا میخواد این کارو بکنه که هم روان درمان روانکاو رو و هم مراجع کننده رو بترسونه که بگه شما میرین زندان، چون هم طرفو بگیره ببره زندان، هم پرونده سازی برای کمیته حقیقت یاب مخصوصا بعد از زن زندگی آزادی نباشه، سندی نباشه که تو کمیته حقیقت یاب بتونن بهش مراجعه کنن که این شخص، اون شخص و خیلی کسای دیگه که اومدن جلسات روان درمانی تجاوز شده بهشون، شکنجه های متفاوت شده. اینا تمام میخوان اینا سندسازی ها از بین بره و ترس و واهمه ای که به وجود آوردن حالا این دفعه تو جلسات روان کاوی و روان درمانی هم بیارن. حالا آخر، یعنی با وارد شدن اطلاعات سپاه پاسداران در مسئله روانشناسی، یعنی خطل بطلان کشیدن به این امر درمان روانشناسی بیمار میتونه باشه، درسته؟ دقیقا میتونه این باشه. چرا که اگر دقت کنین پارسال خیلی وقتا خیلی دادگاه ها که اصلا من نمیدونم دادگاه و قاضی چجوری میتونه همچین چیزی رو بده که اختلالات شخصیتی و اختلالات شخصی اجتماعی این شخص داره، یا بچه ها و کودکانی رو که تو مدارس بر اثر مسائل شیمیایی یا شعار میدادن و اظهار نظر میکردن، دادگاه اینا رو یا روسری سرشون رو میکردن و حجاب برمیداشتن، دادگاه و قاضی اینا رو اجبار میکنه که برن توی جلسات روانکاوی. و به این معنام نیست که برن جلسه روانکاوی که دوست دارن بگیرن برن صحبت کنن، جلسات روانکاوی که قاضی و دادگاه معین میکنه برن اونجا که اون روانشناسه این شخص رو بگه اختلالات شخصی اجتماعی داره و تمکین بده با اون درمان که نمیدونم مثلا چه نوع درمانی هم میتونه باشه، و اون شخص رو اجبار کنه که حجاب سرش کنه. دقیقا همین کارا رو هم میخوان حتی از نظر روحی روانی، سلامت روحی روانی کنترل بیارن توی اون جلسات محرمانه. و وقتی این کنترل بیاد تو اون جلسات محرمانه، چه شخص روان درمان روانکاو روانشناس احساس خطر بکنه از سوالات کردن، بترسه از چیزایی که داره میشنوه، چه وقتی مریض اینو بشنوه که نمیتونه بده و ترس داشته باشه، دقیقا خط بطلان کشیده شده به اون جلساتی که میتونه تأثیر بذاره تو سلامت روحی روانی این مراجعه کنندگان. و من اینجا میخوام از این فرصت استفاده کنم و پیشنهاد کنم به این همکاران روانکاو روانشناس هم که مطلقاً میدونم مشکل داره براتون، ولی فقط اینو احساس بکنین که دیگه خط بطلان میکشه به اون کاری و تعهدی که شما دادید برای بهبودسازی سلامت روحی روانی هر شخصی که به شما مراجعه میکنه. رو همین حساب هر راهی و هر کارزاری که میتونین براش پیدا کنین که این امر و کنترل سپاه نتونه این روان درمانی ها رو تغییر بده و از اون دلایلی که داره کاملا بیاره بیرون. با تشکر از شما سعید خطیرات، روانکاو و فعال سیاسی که در این برنامه رادیو صدای زندانیان سیاسی با ما همراه بودید و به سوالات ما پاسخ دادید. با تشکر از شما. از شما شنوندگان عزیز رادیو صدای زندانیان سیاسی هم تشکر میکنم که تا این لحظه با ما بودید. با آرزوی سلامتی و روزی خوش برای شما شنوندگان عزیز. رادیو صدای زندانیان سیاسی.